یه مثال جالب، مثلا یکی از نشونه های احترام در رفتار شهری، مثلا تو رفتار اجتماعی، اینه که ما وقتی وارد یه جایی میشیم، مثلا یه دری رو باز میکنیم که ازش عبور کنیم، معمولا این در رو باز نگه میداریم که یکی دیگه هم ازش رد بشه. یا یه مثالی، مثلا سر چهارراه رسیدیم، توقف میکنیم، مثلا یه ماشین دیگه رد شه. معمولا تو اینجور مواقع انتظار داریم که کسی که از در رد میشه اونم یه تشکری بکنه رد شه. یا وقتی به یکی توی مثلا رانندگی راه میدیم، فکر میکنیم الان رد میشه یه بوق بزنه، یه تشکرم کنه. معمولا اینجوریه. ولی وقتی این اتفاق نمیفته، همیشه با یک دلخوری، یعنی مثلا یهو به بغلم میگم دیدی اصلا نفهم چطوری سرشو انداخت رفت، مثلا به این راه دادم یه تشکر نکردم. اینجا اونجاست که آدم ها یکم برگردن میگه ما الان نمیدونیم اون یکی آدمه تو اون لحظه تو چه موقعیتی وجود داره و هممون انسانی، هم واقعا ممکنه همون کسی که مثلا در رو براش نگه داشتی رد میشه و عبور میکنه و هیچ تشکری نمیکنه، بعدا ازش بپرسه بگه مثلا تو نمیدونی من اون روز حالم خیلی بد بودش. اگه با نگاه انسانی به بقیه نگاه کنی و این کارا رو برای خودمون انجام بدی، یعنی اصول اخلاقی خودمون باشه، من راه میدم با آدم ها تو موقع رانندگی یا در رو باز نگه میدارم بی توقع تا آدم ها رد بشن و بقیه رو انسان فرض، یعنی باور به انسان بودنش و با ابعاد انسانش میکنه، این ناراحتیه برامون به وجود نمیاد. یه نکته توی این حرف هست که کمی مثلا بخوام عمیق تر بشیم، به این میرسیم که ما چرا از بقیه توقع داریم. همین توی 40 سالگی من یه فرمولی برای خودم درست کردم، گفتم اصلا قرار آدم‌ها به تو بد کنن، اصلا تو رو نابودت کنن. خب پس در نتیجه اینجوری وارد خیابون بشو که همه قرار اصلا تو رو نابود کنن. اگه بد کردن، خب همون کاریه که تو انتظار داشتی بکنن دیگه، پس میگه قربونت، مرسی، خدافظ. اگر کاری باهت نداشتن، میگی عجب آدم باحالی بود، کاری با ما نداشت. ولی اگه بهت خوب کردن، اصلا میری خیلی ازش تشکر میکنی که چقدر آدم باحالی هستی که به من خوبی کردی. خب پس در نتیجه این فرمول من از هیچ کس هیچ انتظاری ندارم. واقعا تونستیم تیادش کنی؟ تا یه حدی آره، چون یه معادله است. آدم ها وقتی ناراحت میشن که چیزی که دریافت میکنن از انتظارشون کمتره. حالا شما که انتظارتو بیاری خیلی پایین، کم پیش میاد کمتر از اونم بخوای دریافت کنی، بس ناراحتیه به وجود نمیاد. آره، این بحث سمارت ورک، کار هوشمندانه، خیلی جذابه. من میخوام مخاطبامون یه حتما دو تا تصویر دیدن، اینو بیارن تو ذهنشون که راحت تر بیم این داستان رو ادامه بدیم. یه تصویر خیلی معروفی هستش که چند نفر دارن یک حجمی رو هول میدن، همه دارن مثلا یه مکعبی رو با سختی هول میدن، یکی اون وسط هستش که اینو به حالت کره درآورده و داره هول میده، همشون دارن هول میدن، ولی اون یه کار هوشمندانه کرده، اینو تبدیل کرده به کره رو داره هول میده. یه ویدیوی خیلی معروفی هست که یه مسابقه دوچرخه سواریه، همه دارن رکاب میزنن میرن، یه نفر اومده فیزیک بدنش رو طوری تغییر داده که به جای اینکه رکاب بزنه، دقیقاً خودش رو تو وضعیتی قرار داده که بدون اینکه تلاش خیلی زیادی بکنه میاد از همه اینا جلو میزنه. خب این سمارت ورکه، این کار هوشمندانه، یهو وحی از آسمون میاد، این میوه تسلط و تلاش زیاده. یعنی شما وقتی که تلاش زیاد کردی، انقدر به کارت مسلط میشی که میتونی کارو طوری انجام بدی که با صرف انرژی کمتری دستاورد بیشتری به دست بیاری. ولی اینو از روز اول میتونی انجامش بدی؟ نه. آفرین. ببین یه چیزی، یه مطلبی رو تو من یادآوری کردی. چقدر کارت درست شده واقعا، دمت گرم. دوست کار درست قدیمی پی داره تشویق. نه اینو جدی میگم. ببین آخه یه مبحثه که اصلا من فراموش کردم، اتفاقا دیشب داشتم ذهنمو سازماندهی میکردم، این مطلب رو تو برنامه‌ام داشتم بگم ولی اصلا فراموش کردم. تو اونقدر کارت درست شده این چند وقته که ندیدمت، مخصوصا قبلا هم عرض کردم خیلی بود، ولی واقعا آفرین، یعنی یک اشاره خیلی خوب کردی. دوست خفن و کاردرست هم داره بهم اعتبار و کردیت میده، من خیلی ازش ممنونم. نه واقعیت دارم میگم امیر حسین جون، واقعا دمت گرم، لذت بردم از این موشه کافیت. ببین من از یه بعد دیگه نگاه کنم،
توی این بحث سرسختی و گیر دادن به یه چیزی و تلاش کردن اون یه ایرادی بهش میگیرن دیگه، میگن آقا شما توی این بحث دیدی خیلی ها باشون صحبت میکنی که من چی کار کنم، میگم برو دنیا رو تجربه کن، برو همه کار بکن، از این شاخه بپر اون شاخه، کیفشو ببر، همه چیزو سررشته داشته باش توش، میدونی؟ خب اینا میگن که تجربه جدید داشته باش. اینا میگن وقتی ما سرسختی رو انقدر فاکتور مهمی میدونیم، وقتی مایکل فلپس مثلا میخواد قهرمان المپیک شه، روزی 12 ساعت تو استخر مثلا فقط کف آبو میبینه، کف استخر رو میبینه، این که اصلا این چطوری، بگه خیلی میس میکنه که، خیلی از دست میده که، نه؟ ولی اینطور نیست، مایکل فلپس هم داره هر روز تجربه جدید میکنه. چرا؟ با سمارت ورکی که داره هر روز داره چیز جدید میفهمه، کار جدید به اونجایی میرسه، مثل اون دوچرخه سواره میشه تو کارش که میشینه رو دوچرخه، خوش آیرودینامیک میکنه، از همه میزنه جلو، داره این مسیر رو میره. تازه کارها تجربه جدید رو یه چیزی میدونن، متخصصین و افراد اهل فن تجربه جدید رو یه چیز دیگه میدونن که نتیجه سمارت ورکشونه. این آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی میگه مهمترین سوال فلسفی اینه که چرا ما خودکشی نمیکنیم با این همه رنج و گرفتاری. من پاسخم خیلی روشنه، به خاطر شکوه زندگی، به خاطر تجربه اعتماد. میخوام یه رازی رو برات برملا کنم. مشتاق میگن آقا این عشق چیه؟ این می و مستی چیه؟ چی میگن؟ من اینطور دستگیرم شده. من میگم لحظه لذت عمیق زیستن اون جاییه که تو اعتماد میکنی. عشق یعنی اعتماد. من میگم عشق یعنی تعقل تام به اعتماد مدام. معشوق من گزندی به من وارد نمی کن. ما با هم منطقه امن سیال میسازیم، با هم راه میفتیم میریم، و در این آینه های روبرو حیرت مضاعف میشه، چند برابر میشه. هر موقع من بخواد رخوت زندگی حوصله‌مو سر ببره، یکی هست به من یه سقلمه بزنه بگه هی اونجا رو نگاه کن، هی اینو گوش کن، هی یادت هست. چقدر باشکوه میشه اینطوری زندگی کرده، داشتم تصورش میکردم، چون خودم حداقل همچین تجربه ای نداشتم. من دارم و تبلیغ میکنه. و عشق مهمترین سفره، سفر حیرت از امکان تحقق اعتماد مدام. حالا ما آدم های معروف درجه یکی هم داریم. عباس کیارستمی میگه که عشق اینجوریه، موقت، اونطوریه. خیلی هم این وایرال شده، همه برا هم میفرستن. عباس کیارستمی عاشق خیلی چیزها شده، ولی حتما این شکل از عشق رو تجربه نکرده. داره روایت خودشو میگه. خیلی خوشحال نباشید اگه نمیتونید عاشق بشید، بگید که کیارستمی گفته عشق یه امر موقتیه، هیجانیه، یا زن و مرد هم دیگر رو نمیفهمن. من بهتون میگم که میشه میفهمن. شما در درون خودتون آقا خانم حیرت انگیزی دارید، خانم آقای جذابی دارید، و همراهی با هم
ببین این بار سنگین هستی رو تنهایی نمیشه به دوش کشید. یار میخوای. اروین یالوم میخوندم، خیلی جالب نوشته بود که مثلا میگفت زنان زیبا خیلی بابت زیباییشون هزینه پرداخت میکنن، برای اینکه وقتی بهش میگه این زن زیباست همه تمجیدش میکنن زیباییش رو، و این برای اینکه تمجید بیشتری بگیره تمام زندگیشو ارگانایز میکنه که زیباتر به نظر برسه، و این زیبایی میشه قفل برای این آدم. این میره زندگی خودشو سازماندهی میکنه برای اینکه زیباتر به نظر برسه. جنس این زیبایی میشه هسته اصلی فعالیت هایی که تو زندگیش میکنه، و در نتیجه زیبایی که آشکار شده برای بقیه موجب میشه که استعداداش پوشیده بشه. ممکنه یه میتونست یه پیانیست خیلی معروف بشه، ممکنه یه ریاضیدان میتونست بشه، ممکن بود خیلی چیزای دیگه. و اتفاقا من از بحث یالوم دارم یه نتیجه میگیرم، اونم اینه که بچه‌هایی که خیلی باهوش هستن و میرن توی مراکز دانشگاهی خیلی خوب معمولا زیبا نیستن، برای اینکه تو این دام زیبایی نیفتاده، و یا حداقل به شکل ابزرویشن شخصی شاید بشه این رو مطرحش کرد. این داستان تسریج، این مسئله نیست که شما قف بشی فقط من اینجوریم، فقط قضیه این نیست. شما اگر یک بچه داشته باشی 4 سال 5 سالش باشه، به بچه بگی که ماشاءالله بچه من ریاضیش خیلی خوبه و این بچه از طریق شما، از طریق مادرش، از طریق دوستانش، از طریق چه تاییدیه بگیره که ریاضیش خوبه، این بچه چه اتفاق میفته براش؟ میره دنبال ریاضی و دائم دنبال تایید گرفتن از ریاضی، ریاضیشو 20 میگیره تایید بگیره، در حالی که این هوش موسیقیای فوق العاده بالایی داره، و این با تأکیدی که روی ریاضیش دارن میکنن دارن هوش موسیقیشو سرکوب میکنن. اینجا نوشتم خودتون رو نسوزونین، برن اوت نکنین، نباید چون این کار رو انجام بدین، چون ما خیلی اینو فضیلت میدونیم که بگیم بابا من صبح تا شب دارم کار میکنم، تعطیلی ندارم، روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، مدت هاست نرفتم هیچ جا، از همه چی دارم میزنم، خیال میکنیم خیلی جذابه، خیلی باحالیم، خیلی متعهدیم. حقیقتش اینه که اینجوری نیست. یعنی یه کسب و کار موفق احتیاج به آدمایی داره که سر و حال باشن. یعنی وقتی شما انرژی زیاده، ذهنت درست داره کار میکنه، میتونی کسب و کارتو خوب ببری جلو. وقتی خودتو میسوزونی توقعی نداشته باش که کسب و کارت موفق باشه. من کاری ندارم، مواردی پیش میاد که آدم جونش هم میذاره، ولی اینا همیشگی نیست. یعنی یه موقعی پیش میاد که شما میخوای یه ایونت بزرگ داشته باشی، میخوای محصولی لانچ بکنی، به مشکلی برخوردی و باید شبانه روزی کار بکنی. این کاملا فضیلته، این کاملا باعث موفقیت شما میشه، این تمایز شما رو نشون میده، ولی همیشه نه. یعنی اگر شما هی رفتی با بقیه صحبت کردی، گفتی من مدت هاست نرفتم استراحت بکنم، صبح تا شب دارم کار میکنم، تعطیلی نداشتم، پیامش برای یکی مثل من اینه که تو آدم حرفه‌ای نیستی. چون اگر حرفه‌ای باشی یه جوری زندگی تو باید مدیریت بکنی که اتفاقا به همه کارت برسی. اولویتو بذار برای کارت، ولی اگه که تو آدم حرفه‌ای باشی اتفاقا به همه کارت میرسی. یه یعنی موضوع همیشه ذهنی من نسبت به ماده آینه اینه که یک لایه جدیدی از این ماده رو خودم کشف بکنم و به این فکر بکنم که چجوری میتونم مخاطبم رو دعوت کنم که اون هم بتونه برداشت متفاوتی رو نسبت به ماده آینه موقعی که مواجه میشه با آثار من داشته باشه. و توی نمایشگاه اولم که من اومدم راجع به پشت آینه در واقع صحبت کردم و اسم نمایشگاه رو گذاشتم میرر، یعنی آینه، ولی منظور من معنی اول آینه به عنوان سطح منعکس کننده تصویر نیست، معنی دوم آینه است که یعنی برعکس. شما در هر نرم افزاری بخوای ترسیمی رو برعکس کنید از دستور میرر استفاده میکنی. و اون آثار از دو رنگ تشکیل شدن، یکی خب آینه که به رنگ نقره‌ایه و یکی پشت آینه که حالا اون آینه بلژیکی که من استفاده میکردم سرمه رنگ بود، میتونه سال هر رنگ دیگه باشه. و در واقع میگم برای درستن آینه باید از پشت به اون نگریست. در نمایشگاه اخیرم اومدم و گفتم تصویر در آینه نامیراست.
و آینه هایی رو در واقع ساختم که با یک فرایند شیمیایی به صورت مثل دقیقا خلق یک نقاشی انتزاعی، حالا به جای اینکه من از رنگ استفاده کنم از اسیدهای مختلف، نقره، جیوه استفاده کردم و یک سری شیشه 1 میلیمتر رو تبدیل به یک سری آینه چند لایه کردم، انگار که آینه ها مثل یک لوحی هستند که تصویرهای مختلف در گذر زمان روی اینا ضبط شده و اینو اکسید کرده و این خیلی تفاوت داره با آینه های آنتیکی که توی بازار وجود داره، چون آینه های آنتیک همشون یه تک رنگ نقره‌ای، طلایی، برنز، یه سری لک و مه سیاه روشه، ولی این آینه ها رو از هر طرف که نگاه می‌کنی انگار هزاران هزار تصویر روش ضبط شده و داره زمان گذشته رو نشون میده. زمان حالم که اون مواجهه‌ای که شما در لحظه اکنون با اون آثار دارین، به خاطر این فرمای فیوچریستیکی هم که توی کارا میبینی یه جورایی داره شما رو دعوت به آینده میکنه. پس من میگم تصویر در آینه نامیراست و وقتی که روبروی این آثار قرار میگیری گذر زمان رو مثل یک تایم کپسول با این آثار داری تجربه میکنی و کلن زمان گذشته، حال و آینده همیشه برای من خیلی موضوع مهمی بوده. حالا هر کسی یه ترجمه ای رو از این موضوع داره، ترجمه منم تو ذهنم همیشه اینطوریه که گذشته برای من تجربه است، حال برای من تلاشه و آینده برای من هدفه. من ریسک های زیادی رو کردم، من تقریبا هر روز ریسک میکنم. به نظر من اگر ریسک نکنی دنیا زیبا نیست، دنیا رو کسایی میسازن که ریسک میکنن و خیلی خیلی من عادت روزمرم ریسک کردن، اما برخلاف اون چیزی که ممکنه در تعریف ریسک وجود داشته باشه، ریسک ها محاسبه شده است. ریسکی که میکنم منجر به نابودی نخواهد شد اگر اتفاق خوبه نیفته. مرسی که اینو بهم حساب میکنم که چی به دست میارم و چی از دست میدم. اگر از دست دادنه برام مهم نیست تا جایی که منجر به نابودی نشه و بنابراین خیلی میگم روزمره ریسک میکنم و کردم، ولی همیشه میگم خب من الان این ریسکی که دارم میکنم باعث میشه من اینو از دست بدم، اینی که دارم از دست میدم اون طرفش، اونی که به دست میارم چیه، میگم وای اونی که به دست میارم چقدر بزرگه. اینم که یه اصطلاحی از تو بازار میگن دردش به طاقته، اینی که از دست بره که دردش به طاقته. اگر رفت که خب طاقتشو داریم، اگر برگشت که چی میشه، چی بر میگردونه. بنابراین اون ریسک رو انجام میدم، ولی خب انقدر ساختار ذهن من با ریسک نرمش کرده و تمرین کرده، شاید لول ریسک پذیریم نسبت به افرادی که این کار رو انجام نمیدن رفته بالاتر. در مورد اینکه چطوری این انتظارات شکل میگیره و فرم میگیره، مقایسه است، مقایسه با اطرافیانه. این یک بازی که هیچ وقت هم انتها نداره، ما همیشه داریم خودمونو با بقیه مقایسه میکنیم. اون زندگی که ممکنه ما ازش ناراحت باشیم میتونه آرزوی کس دیگه باشه در یک محیط دیگه، با یک جماعت دیگه، تو یک فضای دیگه. ما این مشکل رو تو زندگیمون داریم که از بقیه داریم تأثیر میگیریم و همش دلمون همه چیزو بیشتر میخواد و بیشتر میخواد، مثل یک مسابقه میمونه. مثل مسابقه نیست، انگار داری رو تردمیل میدوی و هیچ وقت به هدف نمیرسی. و این بازی یه چیزیه که همیشه انتظارات ما رو افزایش میده، ولی به اشتباه. یعنی اگر که یکم آگاهانه به زندگی خودمون نگاه بکنیم، مثلا به صورت واقعی خودمون رو با بقیه حتی مقایسه بکنیم، اصلا این مقایسه در کل آسیب میزنه. ولی ما میایم مثلا یه مثال معروف هستش که میگه مثلا فصل اول زندگی خودتو با فصل چندم زندگی بقیه مقایسه نکن. مثلا یه دانشجویی داری در مورد معماری آموزش میبینی، خودتو با معمارای بزرگی که سالهای مسیر رو رفتن داری مقایسه میکنی و داری از این محیط اطراف و آدمایی که میبینی تأثیر میگیری. اتفاقی که میفته اینه که تو هیچ وقت چیزی که میخوای نمیرسی و انتظارات تو به اشتباه داری بالا میبری. یه روش واقعا روش شنایات گرفتن از طریق پریدن تو استخره. یعنی تو خودتو وارد یک مسیر جدی بکنی. بازم فقط راجع به کار حرف نمیزنیم، چه کار، چه روابط اجتماعی، چه روابط در واقع احساسی. وقتی واردش بشی بپری تو، چاره ای نداری جز این که بالانس کنی کمالگرایی، یعنی اون حس کمالگرایی خودتو و واقعیت موجود.
همش هم برمیگرده به همون مفهومی که شما گفتین که هیچی کامل نیست اصلا، در دنیا چی کامله، الان چی کامله، 100 سال پیش چی کامل بوده، میتونیم مقایسه کنیم دیگه. احتمال یه سری آدمو کمالگرا 100 سال پیش زندگی میکردن که فکر میکردن الان میتونن کار کاملی انجام بدن، الان مقایسه میکنی میخندی. دقیقاً خب پس به این مفهوم برمیگرده و واقعیت اینه که راهش به نظرم ساده است، یعنی آدم با خوش بنز تو استرخ میتونه بالانس برقرار کنه. میدونی کمالگرایی میتونه یه عالمه چیزای خوب داشته باشه، میتونه ضربه هم بزنه، ولی آدما اگر که میخوان کنترل زندگیشون رو دستشون بگیرن و اینکه یه روان و احساسات سالمتری داشته باشن، شاید یه راه حلش اینه که توی ناکاملی هم زیبایی ببینن و بپذیرنش. یعنی اینکه تو بپذیری هیچی قرار نیست بهترین حالتش باشه و ناکاملی اصلا چیز لزوما بدی نیست، اصلا حتی تو ناکاملی هم میتونه یه سری زیبایی ها داشته باشه وقتی رو به جلو رفتنش رو ببینی. این میتونه نوع نگاه کردنی باشه که خیلی بهت کمک بکنه. یه چیزی بگم، ما به این احتیاج داریم، ما باید که رشدمون هی سرعتش بیشتر شه، معنادارتر شه. خیلی رو شما حساب کردیم که ما رو به بقیه معرفی بکنین، ما رو سابسکرایب بکنین، کانتنت های ما رو شیر بکنین و کمک بکنین که کانتنتی که براش داره زحمت میکشه که اینقدر با کیفیت باشه منو ازش کامل حذف بکنین. آدمای بسیار با ارزشی که توی این پادکست حضور پیدا میکنن و میان در مورد زندگیشون و تجربیاتشون و فوت و فنایی که تو زندگیشون یاد گرفتن صحبت میکنن، صدای اینا به افراد بیشتری برسه، ما رشد آگاهی رو اگر بتونیم تو زندگیمون دلیلی براش باشیم، حتما جامعه با کیفیت تری رو خواهیم ساخت و تو این جامعه حالمون حتما بهتر خواهد بود.